وینچنزو نیبالی، قهرمان تور دو فرانس در سال 2014. این رکابزن ایتالیایی تیم آستانه موفق شد 19 بار پیراهن زرد صدرنشینی را به تن کند، در 4 مرحله قهرمان شود و برای نخستین بار در سن 29 سالگی به این عنوان ارزشمند دست یابد. خبرنگار اعزامی یورو نیوز به پاریس ساعتی بعد از روی سکو رفتن نیبالی در شانزلیزه با او گفتگو کرد. با وجود اینکه دوچرخه سواری در ایتالیا قدمت زیادی دارد، چرا باید برای دیدن یک ایتالیایی با پیراهن قهرمانی 16 سال صبر می‌کردیم؟ Il tour è una corsa molto importante, c'è una grande تور دو فرانس واقعا مسابقه خیلی مهمی است و بهترین های دنیا در آن شرکت می‌کنند. قهرمانی در آن کار آسانی نیست. پانتانی 16 سال پیش برای ایتالیا این افتخار را آورد و قبل از او هم جیموندی این کار را 33 سال پیش انجام داده بود. سالهای زیادی از قهرمانی یک ایتالیایی در این رقابت‌ها گذشته بود. سطح تور دو فرانس خیلی بالاست و اول شدن در آن کار واقعا مشکلی است. همیشه به تور دو فرانس فکر می‌کردید و بارها گفته بودید که بالاخره قهرمان هم خواهید شد. آیا این برای شما تبدیل به یک درگیری ذهنی شده بود؟ نه، برعکس، من سعی کردم به آن مثل راهی برای سبک شدن نگاه کنم. کوشش کردم با آرامش و طمأنینه رکاب بزنم، خیلی آرام. سال گذشته در رقابت‌های وایلتا شرکت کردم و در هفته آخر عقب افتادم و دوم شدم. در پایان چاره‌ای ندارید جز اینکه شکست را بپذیرید. قبول کنید که دوم یا سوم شده اید. دوچرخه سواری همین است. اینکه یکی از 6 دوچرخه سوار تاریخ شده اید که توانسته هر سه تور مهم را فتح کند، این چه مفهومی برایتان دارد؟ خب این یک موفقیت ویژه و خاص است، برای اینکه تعداد کمی به آن نائل شدند. قهرمانی در وایلتا در اسپانیا اولین قهرمانی بزرگم بود. بعد از آن روی مسابقات جیرو در ایتالیا تمرکز کردم، چون برای یک ایتالیایی قهرمانی در آن اهمیت زیادی دارد و در این مسابقات روی سکو رفتم. این گونه بود که اندک اندک از پله‌های موفقیت بالا رفتم. روی نقاط ضعفم کار کردم و سال گذشتم قهرمان این رقابت‌ها شدم که برای من ارزش خیلی زیادی داشت. برای اینکه همیشه آرزوی قهرمانی در تور دوچرخه سواری جیرو را داشتم و تمام مسابقات آن را از تلویزیون تماشا می‌کردم. قهرمانی رکابزن‌های فوق‌العاده‌ای مثل آندوریان و پانتانی را در این مسابقات دیده بودم. تماشاچیان علاقه خاصی به تور جیرو دارند. وقتی هم در سال 2012 به عنوان نفر سوم روی سکو رفتم، با خودم می‌گفتم چه کسی می‌داند؟ شاید یک روز هم من قهرمان شدم. ولی می‌دانستم اصلاً کار آسانی نیست و باید برای آن تلاش زیادی کرد. واقعاً هم ساده نبود. اما حالا می‌توانم بگویم که از پسش برآمدم. Ora posso dire di avercela fatta. پاسخ شما به افرادی که دلیل قهرمانیتان را بیشتر کنارگیری ناخواسته فروم و کنتادور می‌دانند چیست؟ Purtroppo questo è il ciclismo, fatto di cadute, di cose belle. متاسفانه این طبیعت دوچرخه سواری است. پر است از افتادن‌ها و چیزهای خوب و بد. این بخشی از بازی است. من تنها می‌توانم بگویم که من از ابتدا تا انتها قوی بودم. من مرحله یورک تا شفیلد انگلستان را بردم، بعد هم در پلانش دبلفی در آلپ و بعد هم در پیرنه اول شدم. میبینید که از ابتدا تا به آخر عالی بودم و کارم را قطعا در سطح بسیار بالایی انجام دادم. اگر به جدول رده‌بندی نگاه کنیم، فاصله شما با بقیه رکابزنان خیلی زیاد بود. فکر می‌کنم دلیل این تفاوت بیشتر به این خاطر باشد که هدف اصلیم را مبارزه با آلبرتو کنتادور و کریس فروم تعریف کرده بودم، که در واقع رقبای اصلی من در تور دوچرخه سواری دوفینه هم بودند. می‌دانستم که برای غلبه بر این دو باید سخت تلاش کنم و سطح خودم را بالا ببرم و در تور دو فرانس آماده باشم. شاید اگر فروم و کنتادور تا پایان می‌ماندند، اختلاف اینقدر زیاد نمی‌شد. اما در رقابت‌های پارسال جیرو هم اختلاف من با بقیه زیاد بود. سطح انتظارات بالا بود. در طول فصل نتایج خوبی نگرفته بودید، ولی تیم آستانه روی شما شرط بسته بود. صبر تیم داشت لبریز می‌شد، اما شما مثل کسی بودید که آرام کار خودش را می‌کند. از کجا اینقدر به آمادگیتان اطمینان داشتید؟ appunto per il Tour de Francia. Questo è normale. Penso che lo scorso anno ho fatto una stagione. طبیعی است. فصل گذشته خیلی خوب بودم. از ابتدا تا پایان. دو عنوان مهم هم به دست آوردم و این کار آسانی نبود. تقریبا در دو مسابقه مهم سال روی سکو رفتم. بعد راهی مسابقات قهرمانی جهانی شدم. طبیعتا زمستان که شد کمی به خودم استراحت دادم. دخترم در فوریه به دنیا آمد و ترجیح دادم بیشتر با خانواده‌ام باشم.
یک مقدار هم وزنم بالا رفت، ولی اول ژوئیه آماده و با انرژی کامل به اینجا رسیدم. فقط کمی آماده سازی زحمت بیشتری داشت. حالا طبیعتاً پیشنهادات جالبی به شما خواهد شد. آیا تحت هر شرایطی با تیم آستانه خواهید ماند؟ دو سال دیگر هنوز قرارداد دارم و هنوز با آنها هستم. آستانه تیمش را با اتکای به من بست. بنابراین تا سال 2016 با آنها خواهم ماند. سال آینده هم برای قهرمانی در تور دو فرانس برنامه دارید؟ آیا می خواهید به همه ثابت کنید توانایی شکست فروم و کنتادور را هم دارید؟ آرزوی من همیشه مسابقه دادن با آنها بوده. قطعاً باید برای سال آینده خودمان را خوب آماده کنیم. منظورم رقابت‌های بزرگ است که برای من اهمیت بیشتری دارند. باید در بهترین شرایط باشیم. سال پیش هم چند بار با کنتادور و فروم روبرو شدم و موفق شدم بر آنها غلبه کنم. البته یک سال شما میبرید و سال بعد دیگری. این طبیعت ورزش است. الکساندر وینوکوروف دارنده مدال المپیک 2012 هم اکنون مدیریت تیم دوچرخه سواری آستانه را بر عهده دارد. به لطف حمایت‌های این مدیر، نیبالی هم قهرمان شد، هم شهرت و اعتبار تیم را دوچندان کرد. پس از کنار رفتن فروم و کنتادور، باز هم فشار بالا بود و تیم آستانه آرام و قرار نداشت. وقتی لازم بود تیم ریسک کند این کار را می‌کرد و از سقوط هم بیمی نداشت. این بخشی از مسابقه است. ما در همه مراحل تمرکز خود را حفظ کردیم و پیشتازی را از دست ندادیم. برای هر کسی احتمال سانحه و تصادف وجود دارد و از این نظر برای فروم و کنتادور واقعا متاسفم، ولی به هر حال این قسمتی از بازی است. با این حال فکر نمی کنم این بتواند از ارزش قهرمانی نیبالی کم کند. حتی اگر فروم و کنتادور تا پایان می ماندند هم به نظرم نیبالی می توانست آنها را شکست دهد. وینچنزو در همه مراحل از جمله مراحل کوهستانی عالی بود. او در 4 مرحله اول شد و واقعا برای کشور ما نمایش خیلی عالی داشت. اگر فروم و کنتادور می‌ماندند، تاکتیک شما چه بود؟ تلاش ما این بود که همیشه رقابت کنیم و اختلافمان با سایر رکابزنان را افزایش دهیم. اگر این گونه می‌شد، می‌توانستیم در آن مرحله قهرمان شویم. می‌خواستیم به هر زحمتی شده آخرین مرحله در کوههای پیرنه را از آن خودمان کنیم تا ثابت شود وینچنزو بهترین رکابزن مسابقات است. البته همه برای این کار تلاش می‌کردند و در هر صورت بهترین حالت ممکن را به نمایش می‌گذاشتند. به نظر می‌رسد نیبالی به نوعی راه شما را در زمانی که رکاب می‌زدید دنبال می‌کند. آیا تیم تاثیر کار شما را احساس می‌کند؟ البته آنها هم چنین احساسی داشتند، ولی نیبالی به عنوان یک قهرمان از نظر ذهنی آمادگی رهبری کردن را داشت. استراتژی تیم انگیزه دادن بود. میتوان گفت که نیبالی تا حدودی راه من را می‌رفت، ولی خب اون نیبالی است. من هیچ وقت قهرمان نشدم و چنین تجربه‌ای ندارم. واقعیت این است که او با تیم ما به اینجا رسید و این زیباترین چیزی بود که می‌توانست رخ بدهد. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Alexander. Merci beaucoup. Ouais.